می توان برای پیروزی جنبش های اعتراضی قاعده ای یافت؟ اریکا چنووت، پژوهشگر علوم سیاسی، میگوید نهضتی که در دوران اوج خود 3.5% از جمعیت را به خیابان بکشاند شکست نمیخورد. این حکم صحیح است؟ سلام، اگر به کسانی که جنبش‌های مدنی را مطالعه می‌کنند بگویید قاعده 3.5% چیست، فارغ از اینکه با آن موافق باشند یا مخالف، بلافاصله در مورد اریکا چنووت صحبت خواهند کرد. این پژوهشگر علوم سیاسی به همراه همکارش داده‌های مربوط به 323 مبارزه خشونت آمیز و خشونت پرهیز را جمع‌آوری کرد و به این نتیجه رسید که برای ایجاد تغییر سیاسی جدی لازم است 3.5% از جمعیت به طور فعال در اعتراض‌ها شرکت کنند. او که استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد است می‌گوید بزرگی جمعیت معترض واقعاً در ایجاد قدرت و ایجاد حس قدرت نقش دارد و در آن واحد نیروهای سرکوبگر و نظام حاکم را هم دچار حس ناتوانی می‌کند. اما گفتن این که جمعیت بزرگ قدرت آفرین است یک چیز است و یافتن قاعده‌ای برای زمانی که نظام‌های حاکم در اثر اعتراض‌های خشونت پرهیز فرو می‌ریزند چیز دیگری است. آیا واقعاً می‌توان گفت شرکت فعال 3.5% از مردم می‌تواند تغییر سیاسی جدی ایجاد کند؟ این پرسش به ویژه برای کشوری چون ایران اهمیت دارد، کشوری که نارضایتی عمومی در آن قابل انکار نیست، اما این نارضایتی به جنبشی که چالش جدی برای نظام حاکم ایجاد کند تبدیل نشده است. در بحث این هفته عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند، میگوید با نتایج چنووت همدل است و اگر جمعیت معترض فعال در ایران به نصاب 3.5% برسد تغییر جدی سیاسی ممکن خواهد شد. اما علی حاج قاسمی، جامعه شناس، استاد جامعه شناسی در سوئد، میگوید پیچیدگی های جامعه و اقتصاد ایران در چنین مطالعاتی دیده نمی شود. پیچیدگی هایی که هر گونه حکم صریح در حوزه مناسبات حکومت و مردم در ایران را با دشواری روبرو می کند. خیلی خوش آمدید آقای ملکی. به ما بگید چنووت چی میگه؟ خانم چنووت در اصل در دوره‌ای که دانشجو بودند ابتدا نظرشون این بودش که بررسی بکنن جنبش‌های خشونت آمیز رو، یعنی نگاهشون بود که برای رسیدن به تغییرات سیاسی جدی نیاز هستش که در هر صورت حدی از خشونت به کار گرفته بشه و در اصل با این تز جلو میرن. در دوران در اصلت مطالعهشون آشنا میشن با بحث مبارزات خشونت پرهیز و در اصل این پیشنهاد بهشون میشه که شما در اصل این که خشونت آمیز، مبارزات خشونت آمیز موفق تر یا مشتاد خشونت پرهیز رو میتونید به صورت سیستماتیک مورد مطالعه قرار بدید. و عجیب هم بودش که در تا اون دوره که احتمالاً حالوش سال 2005-6 میشه تا حالا کسی کار سیستماتیک رو این نکرده بود. ایشون میان از سال 1900 تا 2006 تمامی که الان میشه گفت در حد توانشون اکثر مبارزات خشونت آمیز و خشونت پرهیز رو جمع میکنن داده هاشون رو و یک کار در اصل آماری انجام میدن فراتر از کارهای به نوعی مطالعات موردی و نتیجه شگفت انگیزی که برای خودشون و برای شاید کسانی که در صد کار میکنن بودش که مبارزات خشونت پرهیز 2 برابر مبارزات خشونت آمیز احتمال پیروزی داره. یعنی ایشون به این عدد میرسن که 53% مبارزات خشونت پرهیز موفق بودن در حالی که اولش 26% مبارزات خشونت آمیز موفق بودند. البته ایشون هم در عین حال نگاه انتقادی هم دارن به کار خودشون، یعنی میدونن ضعف ها و این چون کار اولین کار هست را در نمونه خودش و بعد از این مرحله، یعنی بررسی میزان موفقیت مبارزات خشونت پرهیز و خشونت آمیز، به مرحله بعد میرسه، به این نصاب 3.5% که موضوع برنامه است. این از کجا اومده و منظورش چیه؟
دقیقاً نکته این هستش که اهمیت کار ایشون، یعنی اهمیت اصلی ترین فاکتوری که توضیح میده حتی این ارجحیت مبارزات خشونت پرهیز رو، همین بحث میزان مشارکت هست. یعنی حتی جالبه که در محاسبات آماریشون آنچه که اهمیت دارد میزان مشارکت است و بعد از اون خشونت پرهیزی یا خشونت آمیزی. و نکته اینجاست که ایشون استدلال میکنن که در مبارزات خشونت پرهیزه که شما میتونید یک جمعیت بالایی رو به نوعی بتونید به مشارکت فرا بخوانید. و خب این حد 3.5% هم چیزی هستش که بررسی نمونه های آماری ایشون نشون میده که تمامی مواردی که بیش از 3.5% مشارکت درشون انجام شده به پیروزی ختم شده. مشارکت 3.5% در جنبش های اعتراضی در چه دوره ای؟ و وقتی میگه 3.5%، آیا منظورش اینه که 3.5% مکسیموم میشه، یعنی باید به این برسه، یا این ریمنگ بار میشه روشن کنه؟ دقیقا ایشون توضیح میده، میگه که این 3.5% از زمان جوی نیستش که اونایی که کمتر از 3.5% بودن پیروز نشدند، اما میگه تمامی مواردی که تونستن به 3.5%، یعنی بیشتر از 3.5%، یعنی به اوجش در زمان بله. و ایشون هم میگن همه مواردی که درصد بررسی میکنن در اوج یک دوره مبارزاتی بوده و این عدد 3.5% درصد میگن در این اندازه اگر باشه و کل جمعیت رو هم میگن، در اینکه میگن در مبارزات خشونت پرهیز شما مجبور نیستید بگید به جمعیت فعال یا جمعیتی که بالای 18 سال است، چون میگه در مبارزات خشونت پرهیز شما میتونید حتی بچه ها، کودکان، پیرمردها، همه میتونن در اون شرکت داشته باشن. و این جدید هم هستش که کل جمعیت رو در نظر میگیره. و در چه بازه زمانی؟ این رو صحبتی نمی‌کنم، یعنی این که الزاما در یک سال در یا در چند سال میتونه به موفقیت برسه نیست، اما ایشون قائل هستن که این 3.5% باید مشارکت مستمر و فعال داشته باشن، یعنی در اصل واژه پایدار، یعنی ساستین بودنش هم مهمه. به همین دلیل هم هستش که حالا در قسمت دیگری بحث میتونیم ببینیم که ما تجاربی رو داشتیم که بیش از 3.5% یا حتی همون 3.5% در یک جایی شرکت کردن، اما چون مستمر نبوده و پایدار نبوده این به پیروزی ختم نشده. که در مورد جنبش سبز میتونیم مثال رو بزنیم که ما میدونیم که در اون تاریخ 25 خرداد معروف که حتی شهردار تهران در اون زمان گفتش که 3 میلیون نفر در ایران بودن، در خیابان ها بودن، و اون موقع جمعیت ایران 3.5% میشه اولش 2.5 میلیون نفر. ولی ما به پیروزی جنبش سبز ختم نشد، شاید به این دلیل که در اصل مستمر نبود و در این حال پایدار نبودش. ممنونم آقای حاجی قاسمی. شما چرا نقد دارید به این حکم، یا میشه گفت به این نظریه اریکا چنووت؟ به نظریهشون به طور کل مخالفتی ندارم، ولی در به اصطلاح دستاوردهای پژوهشی که ایشون داشتن، یعنی اون نکاتی که ایشون بررسی کردن، مواردی که در آثار ایشون من مرور کردم، جنبه‌های دیگی هم هست که برجسته هست. به نظر من برخیشون برجسته تر از 3.5% هست و من میخوام رو اونها رو برجسته تر کنم تا 3.5% رو. البته یک نکته هست در نوشته هایشون که زمانی که در واقع حرکات اعتراضی به اوج خودش میرسه، اون زمان نباید طولانی باشه، زیاد دوام بیاره، در واقع به تدریج باید رشد بکنه و اون دوره. ولی نکته های دیگه مطرح میکنه و یکی از اونها این هستش که خود بر غیر به اصطلاح خشونت آمیز بودن اعتراضات تاکید داره، چون از این نتیجه گیری میکنه و میگه که باعث خواهد شد گروه های گسترده اجتماعی در اعتراضات شرکت کنند. دوم، گروه های وفادار به نظام، این برجسته است در صحبت هایشون، نیروهای امنیتی، کادرهای نظام، اونها هم به حرکت اعتراضی میپیوندند یا از مقابله با اون حذر میکنند. برای اینکه این رخ بدهد، اون وقت نکته کلیدی دیگه که من فکر میکنم این تزش برجسته است، بر غیر تهدید آمیز بودن حرکت اعتراضی مسالمت آمیز به اصطلاح تاکید داره، یعنی در ذهن، در تصور حکومت و نیروهای وفادار به حکومت این گونه استش که تهدید اساسی برای نظام نیستن، خواسته های اصلاحی رفرمیستی دارند. این جنبش خواسته های رفرمیستی اصلاحی داره و از ادبیات و زبان رادیکال استفاده نمیکنه، چون زبان و ادبیات رادیکال مانع از پیوستن گسترده جامعه به جنبش اعتراضی میشوند و مانع از نرم شدن نیروهای وفادار به حکومت.
به نظر من در نوشته خانم چنوبات علت موفقیت این جنبش ها حداقل علت موفقیت جنبشی که به نصاب 3.5% میرسه این هست و در 3.5% هم موفق میشود این هستش که حکومت نظام و نیروهای وفادار به حکومت در واقع این جنبش رو حرکت رو تهدید اساسی برای دوام خودشون در اون جامعه نمیبینند اگر جنبشی در این امر موفق بشود امکان پیروزیش بسیار زیادتر است این نکته کلیدی به نظر من در تزه ایشون است اتفاقا برخلاف چیزی که آقای حاجی قاسمی فرمودند نمونه هایی که ایشون بررسی کردند تمامی اون نمونه ها سه هدف رو داشتند یا دنبال تغییر نظام بودند یعنی دقیقاً واژه رژیم چنج رو استفاده میکنند یا دنبال اشغال بیرون راندن اشغالگران بودند یا به دنبال جدایی یا استقلال طلبی بودند یعنی این سه تا و اتفاقا تاکید هم میکنن که نمونه های دیگه مثل فرضاً جنبش های اصلاحی نمیدونم جنبش های محیط زیستی جنبش هایی که حتی میخواستن تغییراتی در حد مسئله حقوق اقلیت ها یا حقوق مدنی بدن ایشون حتی جنبشی مثل جنبش حقوق مدنی آمریکایی ها رو در این نمیاره بدن که جنبش اصلاحی میدونه نه در برابر جنبش رژیم چنج ایشون تمامی اون موارد رو کنار گذاشتن و تمامی مواردی که یا تغییر نظام بوده یا اون دو مورد دیگر رو داوادر میکنن اتفاقا این دقیقاً برخلاف اون نکته شما هستش که مسئله اصلاحی رو در نظر میگیرن تمامی این جنبش ها جنبش هایی هستش که برای تغییر نظام رفته و همین هم هستش که به نوعی شاید ایشون رو به نوعی سورپرایز میکنه یا غافلگیر میکنه به دلیل اینکه ایشون تصورش این بود که برای رسیدن به تغییر نظام در برابر رژیم های دیکتاتوری راهی جز استفاده از ابزارهای خشونت آمیز وجود نداره این تز اولیه ایشون بود که در اصل نتایج تحقیقشون چیزی خلاف این رو یا حداقل بگیم متفاوت رو نشون میده یک نکته هم در مورد مسئله البته خشونت آمیز و خشونت پرهیزی باید ذکر بشه بخاطر اینکه این ارتباط مهمی داره با مسئله جمعیت فعال در اصل آن چیزی که از نتایج آماری ایشون می‌بینیم جمعیت اهمیت اصلی رو داره همون موضوع برنامه‌ام که در اصل 3.5% هستش اما نکته اینجا هستش که در یک به نوعی زمینه ایشون منتشر کردن به صورت آنلاین که اونجا منتقدان میگن که به نظر میرسه که شما خشونت پرهیزی رو به نوعی علت این که جمعیت میان رو خشونت پرهیزی دونستید اما ممکن رابطه علت و معلول این متفاوت باشه یعنی اگر جمعیت زیادی بیاید جنبش خشونت پرهیز خواهد شد چون شما برای جمعیت میلیون نمیتونی اصلا تهیه کنی میدونی میخوام بگم که این نقد ایشون هستش ولی ایشون هم میگه که جواب میده که به نظر میرسه که شاید این روز نشه راحت جواب داد که آیا خشونت پرهیزی نتیجهش جمعیت زیاده یا جمعیت زیاد نتیجهش خشونت پرهیزی اما به هر حال میگه که در صورت نتیجه یکی هستش که این جمعیت با روش های خشونت پرهیز به موفقیت میرسه در جنبش های رهایی بخش ضد استعماری ایجاد ما کار نسبتاً ساده تری است تا در مبارزات اجتماعی که در عمدتاً یک به اصطلاح گروه قومی یا چند گروه قومی بزرگ وجود داره و اصلاً دعوا بر سر دعوای قومی نیست بلکه بر سر ساختار سیاسی و در واقع برنامه‌های سیاسی است و چون این جنبه به بحث ما هم نزدیک‌تر است در مورد این گونه جنبش ها هستش که در واقع تاکید ایشون بر این هستش که برای اینکه اون ما شکل بگیره و گروه های اجتماعی گسترده تری بتونن در این مبارزه شرکت بکنن و مقاومت در برابر اعتراضات این گروه ها کاسته بشود هست که ادبیاتی که درش دو نکته برجسته است یکی اینکه حکومت واقعا احساس نکنه که یا نیروهای وفادار به حکومت در واقع معترضین در پی سرنگونی هستند برهم زدن نظم و منافع اونها هستند برای اینکه بتونن بپیوندن بتونن از در واقع از ایستادگی در مقابلش خودداری بکنن در مقابل جنبش یه جنبه است و بعد اینکه من در جای جای نوشته‌های ایشون مشاهده کردم که نباید جنبش اعتراضی به صرف خیابون اومدن و شکل دادن 3.5% در خیابان محدود بشود و به سایر جنبه‌های مبارزه مانند لابیگری یعنی کار کردن روی نیروهای تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده در حکومت برای اینکه آنها را با اهداف مطالبات رفرمیستی گروه های مختلف اجتماعی همسو بکنن بی توجه باشه نباید از انتخابات روی برگردان دوره طولانی مبارزه انتخاباتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و به دست آوردن کرسی ها در هر عرصه
اینم یک جنبه تکمیلی هست. حتی ایشون در جایی به مسئله قانونگذاری اشاره میکنه. در دوره‌ای که مبارزات رفرمیستی مسالمت آمیز غیر خشونت آمیز جریان داره، حتی در خیابان، تاثیرگذاری بر کسانی که در دستگاه مقننه در حال قانونگذاری هستند و دولت، اونجا هم باید انجام بشود. منتها اگر در جوامع مقاومت حکومت برای باقی موندن و ایجاد 3.5 که چرس کنم 5% نیروی وفادار برای مقابله با این 3.5% میخواد شکل بگیره، اونجاست که این موضوع برجستگی پیدا میکنه. چون من چنواتی که میخوندم به ایران فکر میکردم که این در مورد جوامعی مثل ایران که تا چه حد میتونه مؤثر باشه. نکته مهمی است. آقای ملکی، آیا چنوات مختصات جامعه چون ایران رو در نظر میگیره، جامعه ای که اراده سرکوب اعتراضات درش قویه؟ بله، اتفاقا نکته جالب این هستش که عطف به صحبت‌های آقای حاج قاسمی، چنوبت کاری که میکنه عبور میکنه از دوگانه اصلاح طلبی و انقلاب و به جای اون بحث خشونت پرهیزی و خشونت آمیزی رو مطرح میکنه. و نکته جالب این هستش که در کتاب ایشون که با خانم استیفان در اصل منتشر کردن سال 2012 که جزئیات تمامی مطالعات اون تو هستش، چهار مورد رو میان به صورت آنالیز بدون ریستر انجام میده. اولین نمونه اون انقلاب ایران هست، انقلاب 1979 یا انقلاب 1357 به عنوان یک نمونه از انقلاب خشونت، یک نمونه از خشونت پرهیز، جنبش مبارزات خشونت پرهیز. خشونت پرهیز، بله. نکته جالب این هست که حتی اینم باید گفته بشه که خانم چنوبت هم ذکر میکنه که این خشونت پرهیزی و خشونت آمیزی در بسیاری موارد خیلی سخت قابل تفکیک کردنش و در از آن چیزی که نهایتاً ایشون تصمیم میگیرن که یک جنبشی خشونت پرهیزی درش در اون مرحله پیروزیش غالب تر بوده یا نه، و بسیاری از جنبش ها رو میبینیم که ترکیبی از روش های خشونت آمیز و خشونت در انقلاب ایران خشونت پرهیزی حتی در مرحله پیروزیش غالب بوده. بله، ایشون قائل، بله، خب این رو در اصل خیلی هم قبول دارن که در اصل اون سال آخر در اصل میشه گفتش که انقلاب، وضعیت انقلاب، تظاهرات های خیابانی و نهایتا اعتصاب سراسری که در ایران شکل میگیره، اینها همه مختصات خشونت پرهیزی است. و حتی آقای خمینی هم نگاه بکنید در اون در اصل از جنبش های مسلحانه حمایت نمی کنند. جنبش های مسلحانه در دهه قبلش بوده و خب به رغم زد و خورد های مسلحانه 21 و 22 بهمن، این رو خشونت پرهیز میدونه انقلابی. دقیقاً، به دلیل اینکه در صدر میخوام بگم این نمونه رو در نظر گرفتن و این رو به عنوان یک جنبش موفق، یک مورد موفق خشونت پرهیزی در تغییر رژیم میدونند. ولی خب اتفاقا یه نکته جالبش هم این هستش که حالا بحثش شاید جای دیگه باید بهش پرداخت، و این هستش که نتیجه جنبش های خشونت پرهیز طبق دوباره کار آماری ایشون اکثرا به دموکراسی رسیده و این هم یکی از دلایل ارجح بودن روش های خشونت پرهیز. آره، ایران تنها موردی است، انقلاب ایران تنها موردی است حداقل توی نمونه هایشون که علارغم اینکه مبارزات خشونت پرهیز به پیروزی رسیده، بعدش دیکتاتوری دوباره حاکم خب، میشه. برگردیم به سوالی که من پرسیدم در مورد حال حاضر، آیا مختصات جامعه ایران رو در مطالعات این چنینی میبینیم؟ آیا اراده سرکوب، شما بگو 3.5، بگو 4، بگو 5% از جامعه در سطح خیابان باشه، اراده سرکوب هست؟ جنبش سبز نشون داد، آیا این رو میبینه؟ اراده سرکوب در تمامی ساختارهای دیکتاتوری وجود داره، اما من قبول دارم این رو که یکی از فاکتورهایی که شاید ایشون در نظر نگرفته این هستش که ما حکومت‌های به اصطلاح غربگرا و حکومت‌های شرقگرا، که اکثر شرقگرایان هم حکومت‌های به اصطلاح چپ زده یا چپگرا هستند، خب از این منظری اینها رو میشه گفتش که تفاوت دارن در نحوه مواجههشون با جمعیت حاضر در خیابان. نکنید حکومت ایران در دوران شاه یک حکومت غربگرا بود، حکومت مبارک در مصر یا حکومت بن علی در تونس، اینا حکومت‌های غربگرا بودن. اینها در برابر جنبش‌های به اصطلاح کوتاه میان بدن که فشار غرب هم روی اینها قرار میگیره. از طرف دیگه هم می‌بینیم که ونزوئلا، بشار اسد در سوریه و حکومت جمهوری اسلامی که در حکومت‌های به نوعی بگیم حالا وابسته به بلوک شرق هستن، نزدیکی به روسیه و چین و اینا دارن، اینها مطمئنا در سرکوب دست بالاتری دارن و خیلی راحت کنار نمیان. اما با وجود این نمونه های زیادی هم هستش که حکومت هایی که شرقگرا بودن یا وابسته به شرق بودن مثل اوکراین در دوره اینا، اونها هم به نوعی شکست خوردن. در برابر جنبش های اعتراضی میلیونی یا با جمعیت بالا، اونها هم به نوعی احتمال داره که، یعنی معتقد هستید علارغم این تمایز حکومت های شرقگرا و غربگرا، این نظریه 3.5% نظریه جمعیت عظیم در سطح خیابان، این فکر میکنید در مجموع به نظر میاد که این فاکتور رو باید
آنالیز بکنن، یعنی اینکه آیا در لحاظ آماری هم میشه گفتش که حکومت‌های شرقی‌گرا درشون جنبش‌های خشونت‌پرهیز شکست می‌خوره یا نه رو من نمی‌دونم، بدین که این نیازمند کار آماریه، اما مثال‌هایی میشه ذکر کردش که حتی حکومت‌های شرقی‌گرا هم نهایتاً به شکست می‌رسن. اما اون نمونه‌های زیادی که این روزها داریم مثل سوریه، مثل حتی همین نمونه این روزهای هنگ کنگ تقریباً 2.7 میلیون از 7.5 میلیون نفر جمعیتش، چیز خیلی عدد بالایی در خیابان‌ها هستن، به دلیل اینکه چین در صورت اونور هستش هنوز پیروز شده، اما نمیشه گفته که الزاما شکست میخورن. اما یه بحثی در مورد بحث اصلاح و انقلاب و اینکه شما میفرمایید هستش، این رو به نظرم باید در ادامه صحبت خواهیم کرد که آقای حاجی قاسمی هم به اندازه شما وقت داشته باشن. آقای حاجی قاسمی، جدای از اون تمایزی که آقای ملکی گفتن، نکته مهم این است که خانم چنووت و همکارش در مورد جنبش‌های اعتراضی صحبت کردند که در مقابلش اراده سرکوب جدیه. مثال‌هایی که آوردن، 323 مثالی که آوردن، اینا بخش اعظمش در نظام حاکم اراده سرکوب جدی بوده. حکم ایشون این است که این جمعیت عظیم اراده سرکوب رو سست می‌کنه اگر مستمر باشه. صحبت شده این بر اونور از یک سال، یعنی جنبشی که یک سال بتونه جمعیت عظیمی رو بیاره در اوج خودش 3.5%، ولی گاه کمتر از اون. شما میگید که در ایران اراده سرکوب هست، ولی اگر این جمعیت عظیم به گفته خانم چنووت بیاد، نیروهای نظامی، بستگان، آشنایان، اعضای خانواده، دوستان خودشون رو در این جمعیت 3.5% میبینن. و بعد نکته مهم که فکر میکنم آقای ملکی حتما بهش اشاره خواهند کرد، بنابراین من خیلی گذرا میگم، میگه 3.5% از جمعیت فعال، یعنی توافق بخش اعظم جامعه، اکثریت مسلم جامعه با جنبش اعتراضی. این 3.5% معنا داره، این نوک، این کوه یخه. پس این میتونه اراده سرکوب رو دچار تزلزل کنه دیگه. بله، ببینید، ما چون الان دیگه وارد مبحث ایران شدیم، اینکه در آینده چه می شود و تجربه مقابله جامعه با نظام سیاسی در ایران به کجا می انجامد رو ما نمی دونیم، پیش بینیش هم سخته. اما به گذشته که نگاه می کنیم، می بینیم که چون یک نظام حاکم بر ایران خودش نظامی است که در پی یک انقلاب بر سر کار اومده، در سابقه در خودشون و فعالین جنبش اعتراضی علیه حکومت بودن، پایگاه اجتماعی بسیار قوی داشتن زمانی که انقلاب انجام شد و تا سالها اون پایگاه حفظ شد و امروز هم یه پایگاه نسبتاً کافی برای در واقع حفظ استیلای خودشون بر جامعه دارند. این فرض اگر بذاریم، در عمل ما چند جنبش داشتیم، در جنبش اعتراضی که به خیابان اومدن برای شکل دادن اون 3.5% داشتم، اینها رو باید مبنا قرار بدیم برای ارزیابیمون، کار دیگه نمیتونیم انجام بدیم. یکی در خرداد 60 بود که مجاهدین چند صد هزار نیرو در خیابان داشتن که فرداش مبارزه مسلحانه اعلام کردن و این در اذهان، در ذهن حکومتی یا از همون موقع نشست که چگونه باید با چنین رفتاری مقابله کنن. از خیابان و از شکل‌گیری جمعیت در خیابان از همون زمان در واقع یک ترس و نگرانی در حکومت وجود اومد و خودشون رو آماده کردن که به هر ترتیب با چنین جمعیت‌های در خیابان مقابله کنند. دفعه بعد در سال 78 جنبش اعتراضی دانشجویان بود بعد از بستن روزنامه سلام، که در اونجا هم ما شاهد بودیم که به سرعت این مقابله صورت گرفت و تازه در حد حضور لباس شخصی ها و قدری بسیجی ها بود، نیروهای دیگه امنیتی بالا به بالاتر حضور پیدا نکردن. در 25 خرداد 88 که اعتراض به رأی منکو بود که جمعیت کثیری اومد، ما تنها شاهدی داریم برای اینکه جمعیت کثیر در فضای اعتراضی ایران شکل میگیره در اون روز است که اگر اون جنبش رو بررسی کنیم میبینیم کلام غیر تهدیدآمیز، مذاکره جویانه که باعث شد سوالی به نتیجه نانجامید، قرار نبود اون به نتیجه بیانجامه، چون رهبران اون جنبش که اتفاقا رهبری مشخصی هم نداشت، در پی تغییر نظام نبود، در پی حل یک مسئله مشخص با حکومت بود. بحث تغییر نظام، بحث مطالبه تغییر نظام در ایران تاکنون به شکل یک مسئله جدی مطرح نبوده. عنوان یک جنبش اجتماعی شد در 96، دی ماه 96 برای اولین بار هستش که ما می‌بینیم که یک جنبشی شکل می‌گیره که البته اون شروط رو هم بازم نداشت به لحاظ حجم و گستردگی جمعیت، اما برای اولین باری که بحث تغییر نظام یا عبور از نظام مطرح شده.
نکته اینجا هستش که در نمونه های دنیا، اینکه من میفهمید بحث اصلاح طلبی، اگر اصلاح طلبی رو با مفهوم کسانی که خواهان اصلاحات جدی هستند مطرح بکنیم، در بسیاری از نمونه ها در دنیا معمولا جنبش های رادیکال مکمل هستند و اصلاح طلبان واقعی اون کشورها. مثلا نکنید در یک جایی میشه گفتش که مثلا خانم آن سان سو کی به نوع نگاه اصلاح طلبانه داشت، از منظر اینکه میگفتش آقا من انتخابات آزاد میخوام، یعنی ما انتخابات آزاد میخوایم. در همون دوران کسانی بودن که مبارزه مسلحانه میکردند. خانم آن سان سو کی هیچ وقت نمیومد اون مبارزات مسلحانه رو محکوم بکنه. بارها ازشون مصاحبه میکنن، میگه که من روشم خشونت پریزی به دلایل مختلف که این رو قابل موفقیت، امکان موفقیت رو براش بیشتر میدونم، اما هیچ وقت محکوم نمیکنه. حتی همین رو در مورد کسان دیگه ای هم می‌بینیم در جنبش خب آفریقای جنوبی، که واقعا یک مثالی هستش که حتی قسمت خشونت آمیزش در یک دوره‌ای غلبه می‌کنه بر خشونت پریزی. همین آقای ماندلایی که در سر دوران جوانی خشونت پریزی میشه، ایشون رحبر حزب بسته رهبر اونجا حزب نیزه ملت هستش که اصلا مبارزات قهرآمیز می‌کنه. نکته اینجاست که مبارزات و جنبش‌های اصلاح طلبانه هم اگر از همواره از نیروهای رادیکال، نیروهای برانداز یعنی به نوعی همدلانه استفاده میکنن، اگرچه خودشون شاید رادیکال نباشن، برای اینکه بتونن مطالباتشون بگیرن. در ایران این برعکسه. در ایران چیزی که به عنوان جنبش اصلاح طلبی مطرح شده، اون کسانی که به عنوان اصلاح طلبان هستن، اونها همواره در برابر کسانی که رادیکال هستن یا برانداز مینان خودشون رو موضع میگیرن و اونها رو محکوم میکنن. یعنی وقتی برانداز ها، کسانی که خواهان تغییر نظام هستن، مطرح میشن، اینها دشمن اصلیشون میشن، اینها به جای که با حکومت مسئله پیدا کنن. خیلی کوتاه، چون یه سوال مهم در ارتباط با ایجاد حس قدرت در یک سو و حس ناتوانی در سوی دیگر در ارتباط با نظرات خانم چنووت هست که میخوام مطرح کنم، ولی میدونم میخواید جواب بدید. ابتدا این رو جواب بدید، بعد اون رو ازتون خواهم پرسید. من فکر میکنم ما ناگزیر هستیم در مورد ایران از خانم چنووت عبور کنیم، چون شرایط خاص ایران هست. دو تا موضوع رو با تکلیفش رو روشن بکنیم برای همیشه. به نظر من یکی اینکه آنهایی که در ایران اصلاح طلب نامیده میشن در حکومت، به گفته شما به درستی استمرار طلب هستند، ما چون در اونها اصلاح طلبی ندیدیم. وقتی از اصلاح طلبان صحبت میکنیم در ایران، منظورمون چهره‌ای مانند احمد زیدآبادی هست، مانند سحرخیز هست، مانند بسیاری از کسانی که در بطن جامعه، در جامعه حضور دارن، در قدرت نیستن، در حکومت نیستن، دنبال تحولات اساسی هستند، منتها به روش و شیوه مسالمت آمیز و گام به گام و بر بستر اعتراضات اجتماعی. ما در زمین اعتراضات اجتماعی توافق نظر داریم که اعتراضات لازم هست برای رسیدن به هدف، منتها این که 3.5% که این اعتراضات میخوان شکل بدهند برای چه منظور و هدفی باشد، در جا جا در ایران اگر این 3.5% بخواد به زورآزمایی برای کنار زدن حکومت و نیروهای تشکیل دهندش منجر بشه، من چشمانداز اینو مثبت نمیبینم با عطف به این 40 سال اخیر، بلکه آنچه میتونه این 3.5% و حتی میتونه بسیار بیشتر از 3.5% هم باشه اگر از ابزار دیگه غیر از خیابان هم استفاده بشود. بس اینجاست. برای اینی که رفورمیسم اینجا میگم، من رفورمیسم اروپایی مورد نظرم است، کتابی هم نوشتم به تحت عنوان اصلاحات روندی برای همه فصول، یک قرن اصلاح طلبی احزاب سوسیال دموکرات، جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا. آموزه رفورمیسم به نظر من برای یه حرکت اعتراضی از اینجا باید بیاد. سندیکاها، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش های مختلفی در پایین هست که با حکومت وارد مذاکره جدی میشه. آیا اریکا چنووت و همکارش در مورد همراهی و همزمانی جمعیت 3.5% در خیابان با شیوه های دیگه مقاومت و به گفته ایشون مذاکره مدنی صحبت میکنن؟ یعنی آیا این رو یکی از شرایط لازم میدونن که بله این جمعیت 3.5% برای اعمال تغییر سیاسی جدی باید حتما همراه باشه با مثلا مذاکره با حکومتگران؟ ببین ایشون تو اون قسمتی که در صدر کار آماری میکنند نمیتونن خیلی راحت اینها رو، این فاکتورها رو همزمان در نظر بگیرن، چون قابل اما ایشون رد آماری نیست. دقیقاً به همین دلیل هم هستش که ایشون معمولا از دوگانه ها استفاده میکنن، یعنی سعی میکنن نمونه آماریشون رو فرضاً موفقیت یا شکست بذارن، در حالی که اتفاقا از ابتدا هم دوست داشتن که موفقیت یا شبه موفقیت و شکست بذارن، ولی دیدن که در بررسی آماری سخت میشه. بعدش هم اینکه معیارهایی رو که بتونید بگید موفقیت نسبی بوده یا
نبوده رو سخت میکنه. ولی در این حال اون قسمت هایی که میان موارد رو یکی یکی بررسی میکنن به این فاکتورها اشاره میکنن و بحثی هم دارن که در آینده باید شاید این جور کارها بیشتر انجام بشه. خب حالا برگردیم به جواب سوال، در مجموع روح کلی صحبت هاش چیه؟ آیا فکر میکنه این جمعیت 3.5% برای اینکه تغییر سیاسی جدی ایجاد کنه حتما باید با شیوه های دیگه همراه باشه یا این رو شرط لازم نمیتونه؟ ایشون این بحث 3.5% واقعیتش اینه که یک قسمت بسیار کوچکی هست و اتفاقا خیلی متأخر هست. یعنی شما نگاه کنید در کتاب، حتی در اون کتاب اصلا بحث 3.5% وجود نداره. در چند سال اخیره در چند سال اخیره که درست میان میگن که یک جنبه، این درست برای اینه که حس شاید بهتر و راحت تری رو بدن به مخاطبی که دنبال این هستش که تصمیم بگیره در مورد جنبش خشونت پریز. اینه که میگه در اصل ما به لحاظ آماری تمامی جنبشایی که این 3.5% رو رسیدن پیروز شدن. این میدونی چی میگم، این یه گزاره کلی هست، ولی اینکه جزئی ترش رو بررسی بگیم چه فاکتورهای دیگری بوده این خب سخت میکنه کارشون. اما نکاتی که هست در مورد جنبشهای بسیار بزرگی که ما دیدیم به موفقیت رسیدن، این که یک بخش رادیکال تری و یا شاید همون فاکتورهای دیگری در کنارش بودن اهمیت داشته. ما در مورد ایران هم، حتی در مورد انقلاب ایران هم نمیدونیم اگر مبارزات مسلحانه در 10 سال گذشتهش نبود، آیا اون قسمتی که به نوعی قسمت ضربه آخری که قسمت خشونت پرهیزش هستش و اعتصابات هستش و اعتراضات هستش، در مورد آفریقای جنوبی نمیدونیم اگر اون مبارزات قهرآمیزی که ماندلا انجام میده نبود، آیا به اون نتیجه‌ای که نهایتاً حکومت تسلیم بشه میرسیدیم یا نه. چیزی که اریکا چنوبت میگه در این کارهای متأخرش به طور اخص ربط حس معترضین و در این حال حس حاکمان و دستگاه سرکوبشون از جمعیت عظیمه. به نظر میاد میگه که مهم در جمعیت عظیم اون حسیه که به خودشون میده، یعنی احساس قدرت، در صورتی که این رو دیگه خیلی صریح میگه، میگه نیروهای مسلح وقتی جمعیت عظیم میبینن حس ناتوانی میکنن و ضمن این که حس میکنن یک کسانی در اون جمعیت عظیم هست که وصله به خودشون، خیشان وصله. این ربط احساسات و اعتراض خیلی مهمه دیگه، این غافل مونده غیر از اینه. یعنی احساس عجز رو به امیدواری تبدیل کردن، و به نظر میاد از نظر اریکا چنوبت سطح خیابان هست و جمعیت عظیم در سطح خیابان، مصادره کردن خیابان که این حس رو میده. بله من ناگزیر هستم به این سوال حتما میپردازیم، ولی به این مسئله اشاره کنم که نیرویی که قرار هست یا در ایران پایگاه اعتراضات اجتماعی علیه حکومت بوده است تا به امروز، عمدتاً طبقه متوسط شهری و تحصیل کردگان هستند و اینها نشون دادن که میلشون به وارد شدن در خشونت و رو در روی خشونت آمیز با حکومت درشون پایین است. یعنی شکل گیری حرکات اعتراضی خشن اصولاً زمینش در ایران یا نیست در جامعه، و یا اون گروه هایی که قدری به این زمینه گرایش دارن، آنچه در دی ماه سال گذشته تا حدودی میشد حس کرد، اونها انگیزه لازم یا سازماندهی لازم یا اراده لازم برای اینکه اونها بیان حرکت های اعتراضی شکل بدن وجود نداره. این یک نکته مهم. یک نکته بسیار بسیار مهم دیگه اینه که آن نیرویی که رزمندگی و مقابله در خیابان رو بیشتر تمرین کرده، بیشتر آمادگیشو داره، بیشتر انگیزشو داره، اتفاقا در مقابل این گروه های معترضی است که مورد نظر این بحث است که حالا اعتراض بکنن برای بهبود اوضاع. یعنی نیروهای تشکیل دهنده حکومت، این نیروهای حامی حکومت، نیروهای حکومت هم به لحاظ ایدئولوژیک، یعنی اگر قرار خیابان به مصادره نیروهای در بیاد، این نیروهای حامی استقبال هم میکنن، آماده این هستند و استقبال هم میکنن بخشایشون که اگر اعتراضی میخواد شکل بگیره، چون اونو میتونن تکلیفش رو سریع روشن بکنن. ولی وقتی که حرکت های اعتراضی با اشکال مختلفی که نام بردیم از پایین با بر بیس بر پایه طبقه متوسط، طبقه متوسط شهری شکل بگیره، اون موقع بازدهی این حرکات تا کنون خیلی بیشتر بوده. من این نکته رو بگم، جا استقبال نمی کنن. درسته که نیروهای سرکوب، اون بخشی که به عنوان نیروهای بسیجی یا نیروهای سرکوب هستن، اونها آمادگی دارن، اما مسئله اینجاست که ما در همین تجربه 88 هم میبینیم که وقتی که اون 3 میلیون میاد، مقاماتی که بعدن فایل های صوتی که از مقامات سپاه و اینا میاد، اینا میگن ما فکر کنیم کار تموم شده،
یعنی در این حد هستش که اونها هم میدونن مسئله 3 میلیون بله مثلا اینجاست که اون 3 میلیون یعنی اون کار تمام شده اینکه این تصدیق نکنه این 3 میلیون یه هفته بمونه در خیابون. این نکته مهمی بود که شما اشاره کردید که در واقع ممکنه از جمعیت در خیابان برای اینکه سرکوب بشه استقبال کنن ولی 3.5 استقبال نمیکنن. بله جمعیت 1000 نفری رو استقبال میکنن به جمعیت 3.5 درصدی رو بشه. تمامی حکومت همین بوده نه فقط جمهوری اسلامی. این من رو به یه سوالی میرسونه. قبل از اینکه سوال بپرسم بذارید یه نمونه براتون بگم از جمله چیزایی که شما گفتید بعداً درس کرده در اومد. یک فایل صوتی در اینترنت بود، من نمیدونم هنوزم هست یا نه، اون زمانی که در اومد سالها یکی دو سال بعد از جنبش سبز بود، خیلی سر و صدا کرد. در این فایل صوتی کاملا مشخصه که کذب نیست، به قول امروزی ها فیک نیست. یک افسر اطلاعاتی، نمیدونیم اطلاعات وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، در یه جلسه آموزشی داره به همکاراش یعنی ماموران کنترل و سرکوب اعتراضای خیابونی درس میده. فوق العاده لحنش تحکم آمیزه. دلیلش هم اینه که میگه که با کاردانی عمل نمی کنید. لب کلامش اینه که برای مقابله با اعتراضای خیابانی باید با کاردانی عمل کرد. از جمله شیوه هایی که نشون میده با کاردانی عمل میشه، میگه یکیش اینه که شما مسیرهای معترضین رو به جاهایی بکشونید که مورد نظر ماموران ماست که اونجا بریزن روی معترضین. دوم اینکه شعارهایی بدید که شعارهای اون جمعیت نیست و از نظر اون این شعارها میتونه کار سرکوب رو راحت‌تر میکنه. لفظ سرکوب البته نمیگه، میگه کنترل. و میگه اینها مستلزم این است که به جمعیت نفوذ کنید. و جالبه، میگه چند روز پیش، این دیگه کلام خودشه، یکی از بچه های خودمون رو دیدم در خیابان مقابل یه جمع اعتراضی در نزدیکی هفته تیر، میگه و بهش گفتم، توی دلم بهش گفتم مرحبا، برای اینکه دقیقاً این کارا رو داشت میکرد. افتاده بود جلوی جمعیت و داشت به سمتی میبرد که همکاران ما میخواستن. این چی به ما میگه؟ اولا اراده سرکوب در ایران، دوما کاردانی در سرکوب. درسته این افسر عملیاتی، این افسر اطلاعاتی میگه شما نیستید، ولی خب حتما طی این سالها کل این آموزش ها رو دادن دیگه. نشون میده مورد ایران خیلی خاصه دیگه، یعنی آوردن 3.5% از جمعیت به خیابون به اینجا میکشونه که این نیروهای سرکوبگر به گفته آقای حاجی قاسمی اونها اگر نه استقبال، اونها آماده منتظر باشن. و شاید به همین دلیل که 3.5% سخت شده آوردنش به خیابون دیگه. ببینید مسئله سخت شدنش که یک بحثی است که در صورتم، و نکته دیگه این هستش که برای اینکه بتونید در برابر این ترفندهای نظام حاکم که کارش رو بلده، آموزش دیده، یک جریان به نوعی رهبری اهمیت داره. یعنی در تمامی این سیستم‌هایی هم که می‌بینیم که خشونت، روش های خشونت پریز به موفقیت رسیده، یک رهبری یا یک مجموعه رهبری شکل داشته که بتونه در مقابل این راهکار اینها، بله، که در اصل یک، اون هم یک اساسنامه، یک به منشور مشخصی داره که چیکار بکنید، اجازه نفوذ رو نده. آیا اریکا چنبت و همکارش در مورد رهبری اعتراضات 3.5% حرف میزنن؟ نه، اونا کارشون این نبوده، اونا فقط کارشون یک سوال بوده، یک سوال تحقیقی رو می‌خواستن جواب بدن که آیا خشونت پر روش های خشونت پرهیز به نتیجه میرسه یا خشونت آمیز. بعد 3.5% بله، اونها بحثای کسان دیگری است که مثلا جین شار، کسانی کار کردن روی این حوزه، اینها رو گفتن که شما باید حواستون باشه که شعارهای خودتون رو داشته باشید، اجازه ندید شعارهای دیگر وارد بشه، اجازه ندید کسانی نفوذ بکنن و روش هاش متأسفانه صحبت نشه و بس. یعنی اینها بحثایی هستش که درصد نیازمند، به همین دلیل هم هست که شاید دی ماه 96 اون گستردگی اعتراض به دلیل اینکه یک جریان رهبری، یک چیز نظاممندی نداره، نمیتونه جلو بره. بله. این اهمیت دیگری است که بحث دیگری است که چگونه میشه اون 3.5% رو همون دو تا واژه فعال، مستمر و پایدار نگه داشت در اون مدت مبارزه. حالا برمیگردیم به سوالی که جواب ندادید. آیا این نظریه اریکا چنوت و همکارش نشون نمیده که احساسات در سیاست، از جمله سیاست خیابانی، بسیار مهمه؟ میگه اهمیت 3.5% اینه که حس قدرت میده به معترضینی که 3.5% از جمعیت، فکر کنید 3.5% از جمعیت ایران یه چیزی نزدیک به زیر 3 میلیون نفر میشه، حس قدرت میده و در طیف مقابل احساس عجز ایجاد میکنه. بله. و
این میتونه اراده سرکوب رو سست کنه در میانجی. بله، اگر این 3.5% یا یه چیزی شبیه این بتونه شکل بگیره، اگه شکل بگیره بله، همونطور که اون فرمانده نظامی اعلام کرده وقتی که 3 میلیون نفر در خیابان جمع شدن، ما فرمانش شما ایشون فکر کردن که کار تمام شده است. نکته کلیدی در مورد ایران اینجاست، شکل‌گیری حرکت اعتراضیه. به همین خاطر به نظر من ما باید نگاه بکنیم متوازانه به این که جامعه چه کار کرده است در این 40 سال. یعنی به جای اینکه بخوایم از راهکار خانم چنووت استفاده بکنیم برای اینکه در ایران چگونه میشه تحول رو به پیش برد، ببینیم مردم ایران، اونهایی که در واقع مطالبات و خواسته های غیر از آنچه حکومت اجرا کرده دارن چه کار کردن. مثلا زنان ایران در این 40 سال چه کار کردن؟ یک پژوهش جامعه شناسی در این زمینه انجام بدیم که چگونه جایگاه خودشون از جایگاهی فرودست در نخست سالهای نخست انقلاب، چه در پوشش، چه در حضور اجتماعی، چه در زمینه قوانین و قواعد، رسوندن به جایی که دیگه امروز ما به اصطلاح به موضوع برابری زن و مرد در ایران نزدیکتر شدیم خیلی، و از نظر پوشش، از جهت تحصیل، از جهت ازدواج سفید. ما قدیم مثلا 20 سال پیش میگفتن فلانی ازدواج سفید کرده، نفر دوم می‌خواستیم پیدا کنیم بعد کلی الان باید ببینیم کی ازدواج سفید نکرده، کی به طور غیر سفید در میان جوان‌ها زندگی نمی‌کنن، در واقع پارتنرها. بنابراین جامعه راه خودش رفته. این گونه جنبش‌ها رو باید مورد توجه قرار داد، جنبش‌هایی که با سر و صدای کم، با ادبیات غیر رادیکال کار خودش رو می‌کنه، استایل زندگی رو تغییر میده. وقتی خواسته سر و صدای کم، چون لفظ سر و صدای کم در تقابل قرار می‌گیره با این عبارت 3.5% از جمعیت در سطح خیابان، آیا منظور شما این است که در جامعه ایران اونچه که بی سر و صدا انجام میشه نتیجه میده و به عبارتی اریکا چنووت و این حکم چیزی به دانسته های ما نمی افزایند در ایران، کمکی به ایرانی های معترض نمی کنند؟ چرا من اون نکاتی که من اشاره کردم به نظر من مهمه، این که شما ادبیات رادیکال رو تا جایی که میشه ازش فاصله بگیرین، خواست های رادیکال داشته باشین. خواست های رادیکال تغییر سیاسی جدی، لفظ دیگه ای که همراه میتونه باشه با جدی رادیکاله، میگه تغییر سیاسی جدی. برداشت من این است که اریکا چنووت وقتی از 3.5% از جمعیت صحبت میکنه راجع به تغییر سیاسی جدی هست. جدی لفظ دیگه است هم مترادف رادیکال تقریبا. خب بذار من برای شما 3 تا مطالبه جدی که در جامعه وجود داره برای شما مطرح کنم. بسیار جدی، مطالبه صلح، یعنی که در وضعیت کنونی ما با جهان اطراف خودمون به صلح برسیم، یعنی این تنش در روابط خارجی تغییر پیدا کند، یعنی چرخش اساسی در سیاست خارجی. این در جامعه گسترده هست و بیان این، پرداختن به این، اون جنبش گسترده که در تلگرام میتونه صورت بگیره و داره میگیره، در واتساپ، در گفتمان بین خانوادگی، در مدرسه، در محیط کار، جامعه این کار خودش داره انجام میده، به پیش میبره. مسئله چند وقت دیگه مسئله انتخابات هست. خواست این که هر ایرانی بدون قید و شرط در انتخابات شرکت کند، این خواست 40 ساله است و 40 سال این به عقب رانده شده. الان در جامعه این رادیکال به مفهوم بیانی و کلامی نیست، تهدید نمیکنه، در زورآزمایی خیابانی نیست، ولی من شرکت نمی کنم اگر نماینده من نتواند نامزد شود. این میخواسته به نظر من بسیار رادیکال است که در کلام غیر رادیکال بیان میشه. اتفاقا ببخشید، برخلاف این نگاهی که خواست رادیکال داشته باشید و ما بیانتون رادیکال نباشه، پیوند مبارزات خشونت پریز اتفاقا واژه تظاهرات که یعنی تظاهر کردن به اون چیزی که هست، اتفاقا دقیقاً تجربه همین سالهای اخیر برخلاف این چیزی که شما می‌فرمایید نشون داده که بیان رادیکال، نمایش رادیکال اهمیت بسیار حیاتی داره. همین بحث جنبش‌هایی که شما فرمودید در مورد جنبش زنان، ببینید ما حدود 40 سال جنبش زنان داریم، مسئله برابری حقوق زن و مرد، بحث حجاب اختیاری، لغو حجاب اجباری، اینها بوده. در 1-2 سال اخیر که یک جنبش رادیکال برای مسئله رفع حجاب اجباری توسط کمپین‌هایی که می‌شناسیم، کمپین چهارشنبه‌های سفید، دوربین مسلحه ما، اینا بسیار، یعنی دوربین مسلحه ما در واژه‌ش هم خیلی هم نقد داشتن که اسلحه داره توش، بحث اسلحه اون، این که اومده و کار کرده اتفاقا به نظر من خیلی پیوند داره با اون 3.5%. یعنی که حالا 3.5% هم قرار نیست همه در خیابان باشن، اینم یک اشتباهیه که میگه 3.5% فعال باشن، ممکن اعتصاب سراسری کنن، همه تو خونه بشینن، میدونی چی میگم.
این اتفاقا وقتی که شکل گرفته است که جمهوری اسلامی به اون تکاپوی افتاده که صبح تا شب بنر بزنه، نمیدونم بیاد چهارشنبه های طلایی رو راه بندازه و بیاد بازداشت گسترده زنان رو و حکم های سنگین برای اینکه فقط طرف حجابش رو برداشته، این اتفاقی بوده که نشون داده تأثیر این به مراتب از کل 30 سال گذشته ای که به صورت آهسته پیوسته بالاخره با همه چیزایی که بوده جنبش زنان شکل گرفته، این تاثیرش بیشتر بوده، این رو نمیشه انکار کرد. من انکار میکنم. خب نه خاطر اینکه من معتقدم در نتایجش رو داریم میبینیم، نتایجش رو میبینیم، نتیجه تا اینکه نتیجه چی باشه، اگر چادر به عنوان حجاب برتر و تحمیلی در روز نخست انقلاب در سالهای نخست مطرح بود، روز نخست که نه، و بعد در طی این سالها ما میرسیم به یه مانتو تنگ کوتاه چسبیده از روسری فقط چیزی باقی مونده است، آرایش بسیار گسترده تا قبل از شروع این جنبش چهارشنبه های سفید، این روند رو زنان ایران طی کردند در این سالها بدون اینکه تنش داشت با نظام، ولی به جون خریدن خودشون آوردن. حالا ما در گام نخست به نظر من تنها کاری که فقط صورت گرفت که این برخی از خانم‌ها برداشتن که حق شهروندیشونه، حق طبیعیشونه، اصلا زری ما بحثی نداریم، ولی اینکه ما بیایم دستاوردهایی که آرام و پیوسته جامعه اصلا رنگ رفتیم به اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی نداره، خود مردم پیش بردن، مردم شیوه زندگیشون رو خودشون انتخاب کردن در عرصه‌های دیگه، مثلا در مورد نوشیدن مشروبات الکلی مگه از روز اول ممنوع نبود؟ مردم کار خودشون رو کردن. امروز من و شما باید بیایم بگیم که آخه اینقدر زیاد ننوشید برای سلامتیتون ضرر دارد، که نمیتونستیم در همین سالها بگیم. یعنی جامعه کار خودش رو میکنه، نظام قواعد خودش رو گذاشت، قوانین خودش رو گذاشت، خودشون هم میدونن که موفق نشدن در همه عرصه‌های اجتماعی. آقای حاجی قاسمی، چیزی که در نظریه اریکا چنوت مطرحه اتفاقا شروعش همین سناریویی که شما میگید، یعنی جامعه کار خودش رو میکنه، حکومت کار خودش رو میکنه، حکومت کارش کنترل، جامعه کارش تخطیه، ولی طوری تخطی میکنه که تن میده به این کنترل، این حکومت هم طوری کنترل میکنه که اونها کماکان تن بدن به کنترل. میگه از این سکو به بعد، اجازه بدید، از این سکو به بعد اگر این معادله بخواد به هم بخوره 3.5% باید فعالانه اعتراض کنند. وقتی شما میگید جامعه کار خودشو میکنه، دوباره برمیگردید به اون سناریویی که شروع کار اریکا چنوبرته. ما به نظرم به پایان کار رسیدیم، یعنی این روندهای زیادی رو در جامعه پیش برده، به جای رسیده است که الان دیگه باید تصمیم گرفته بشه که ما در سیاست خارجی تنش نمیخواهیم، ما در انتخابات برای حضور در مجالس قانونگذاری دیگه نمیطلبیم. خب اینهایی که میگن ما نمیخواهیم، باید 3.5% رو بیارن عرصه فعال که میتونه اعتصاب باشه، ولی عموما وقتی شما مثال هاشم میخونید، آقای عمار ملکی راجع به اعتراضات خیابانی صحبت میکنه، دهه 90 میلادی مثلا انقلابای مخملی عملا در خیابان ها بود دیگه، به عبارت دیگه درست راجع به عرصه های دیگه صحبت میکنه، ولی وقتی من میخونم حقیقتش رو بخواید چیزی که میفهمم این است که عرصه خیابان مهمه و خیلی عظیمه که میتونه عرصه خیابان رو از آن این ور بکنه یا در اختیار دیگری بگذاره. این برای ایران به نظر شما اینجوری که از صحبت‌های شما من برداشت می‌کنم اهمیتی نداره، برای اینکه چیزهایی که تا حالا پیش رفته، روندهایی که جامعه طی کرده، داره راه خودشو میره و یه جایی به نتیجه خواهد رسید. الان تغییری که در سالهای اخیر رخ داده اینه که این حرکت‌های اعتراضی در شکل جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش محیط زیست، جنبش زنان که در گذشته هم وجود داشته، و این گونه حرکت‌ها هست که داره خودش رو بروز میده. یعنی جامعه حالا از حد شخصی پا فراتر گذاشته در این عرصه جامعه مدنی، نهادها و انجمنها و فعالیت‌های فراخانوادگی در جامعه به شکل منسجم و حتی ضرورتا در خیابان دیده نمیشه. متأسفانه چرا در خیابان نه؟ حالا اصرار من چه اصرار من بر چی است؟ برای اینکه خیابان در ایران خطرناک. آقای ملکی، خیابان در تمامی حکومت‌های سرکوبگر خطرناک هست از جمله جمهوری اسلامی، اما اتفاقا نکته‌ای که شما فهمید، آنچه که شما می‌فرمایید به تغییر انجام نمی‌انجامه. ما در همین برنامه پرگار یه بحثی داشتیم در مورد بدفرمانی و نافرمانی. مسئله حجاب
در کل این دوران به شکل بدفرمانی، یعنی این که من حجاب رو میذارم، حالا مانتومو تنگ میکنم، روسری یه ذره میدم عقب، آرایشو بیشتر میکنم، ادامه داشته و به هیچ تغییری در مسئله پوشش نرسید. این که من از حجاب خودم چقدرش باقی مونده، منظورتون چیه؟ نه در تغییر در امر پوشش، منظورتون امر پوشش میشه بتونید فقط همین تیکه آخر برداشته بشه؟ خب همین تیکه آخر برای من و شما احتمالاً همین تیکه آخرش، نه برای منم بسیار مهم است، خانواده منم، شما از زنه مثلا چه من شما تجربه شخصی ندارین. خانم علی نژاد یه جا رفته بود مصاحبه کرده بود، خبرنگار خارجی گفته بود که شما همه دعواتون برای همینه، همون موقع اون روسری کرده بود کلاش، گفته تا آخر مصاحبه تو با این بشین. اون آدم متحول شدش که بلش، حالا میفهمم چی میگید. این بحث بحث فراتر از این بارها بحث شده که آیا این همین یه تیکه پارچه هست یا نه. این استدلال اتفاقا اصلاح طلبان، استمرار طلبان دوباره بحث همینه که شما اگر 100 سال هم بخواید با این روش مبارزه کنید، بله این روسری رو میتونی آبیش کنی، قرمزش کنی، بنفشش کنی، اما روسری سر جای خودشه. نهایتا این بحث ما هم نیست، بحثی که شما در آپارتاید آفریقای جنوبی ببینید، ماندلا بحث بسیار قشنگی داره، میگه شما سالها ما گفتید صبر کنید، این صبر که شما دارید با ما میکنید هر معنای هرگزه، میگه ما سالها دهه ها صده ها حتی اون میگه که صبر کردیم برای اینکه حقوقمون رو بدید، شما هیچ چیزی به ما ندادید. موقعی که ماندلا رادیکال میشه، موقعی که میان مطالباتشون میخوان، که میاد لوتر کینگ هم همین رو میگه، موقعی که ماندلا دست از رادیکالیسم بر میداره، پای مذاکره با طرف مقابلش میشینه و ادبیات تهدیدآمیز علیه اینکه شما رو نابود کنه، قبل از پیروزی توافقی که میکنن دقیقاً اینجاست. خب این بحث خشونت پرهیزی پس از پیروزی و قبل از پیروزی بحثی که بهش پرداخت شده، ماندلا تا روز آخری که میاد بیرون و حتی تا قبل از انتخابات، حتی از تحریم، از تمامی تحریم‌های اقتصادی که بوده دفاع میکنه و دزموند توتو میگن آقا تحریمو بر نداره تا اینکه این حکومت تن بده. بعد از پیروزی ماندلا خشونت پرهیزه و این اتفاق خیلی اهمیت داره، چون ما در ایران دقیقاً برعکسشو داریم. آقای خمینی خیلی خشونت پرهیز قبل از پیروزی، بعد از پیروزی آقای ملکی کشت و کشتار است. آقای ملکی از قضا من اخیراً یه بیوگرافی ماندلا رو خوندم برای یه برنامه‌ای که راجع به کیفیات رهبری سیاسی داشتیم. ماندلا از چندین دهه پیش از پیروزی جنبش آفریقای جنوبی برای برابری خشونت پرهیز شده بود، مونتا بله از تحریما علیه نظام آپارتاید حمایت میکرد. بنابراین نمیشه گفت که ماندلا فقط که میفهمید ماندلا اصلا در یک جمله معروفی داره که میگه که ما دیگه به این نجا رسیدیم، اتفاق میگه برخلاف گاندی، میگه من نگاهم به مثل گاندی نیست، میگه من خشونت پرهیزی رو ابزار میدونم نه هدف. بله ولی خشونت پرهیز یک جایی هستش که میگه ما باید خشونت، اتفاقا ماندلا دقیقاً میگم خشونت پرهیز پس از پیروزی است. ببینید ماندلا درسته که ببینید شما ماندلا خب اجازه بدید که زندان میره، اعلام میده که نیزه ملت زندان میره، حکم اعدامش فقط در اثر فشار جهانی میشه، ولی چندین دهه در زندانه. یعنی ماندلا وقتی جوانه عضو ارشد اون نیروی مسلحه، ولی بعد از مدتی خشونت پرهیز میشه. اول خشونت پرهیزه، بله. بعد رو میاد خشونت، ولی ما فکر به نظر میرسه ما باید راجع به جنبش برابری طلب آفریقای جنوبی یه برنامه بگذاریم با تفسیرهای متفاوت ازش. شما چون شروع نکردید برنامه رو، یکی دو دقیقه وقت دارید، خیلی کوتاه. بله، نکته‌ای که من می‌خوام بهش تاکید بکنم در ادامه این صحبت تا پایان این صحبت این هستش که ببینین در مورد ماندلا که اشاره کردین، ایشون در سالهای آخر یا در حالا اون روزی که موفق شد با طرف مقابل به توافق برسه، زمانی بود که طرف مقابل مطمئن بود که این در پی نابودی اون اقلیت که در حکومت بودن نیست و اینها میخوان در جامعه حضور داشته باشن. و نکته مهمتر این هستش که حکومت در ایران با تحریم ها عادت کرده، حکومتی که از تحریم به نوعی استقبال کرده در همین سالا، همین الان هم استقبال میکنن، آمادگی برای اینکه در شرایط سخت خودش و جامعه رو بده رو داره. بنابراین تحریم ها اشاره کردین که تداومش رو ماندلا خواسته بود، در مورد حکومتی بود که از غرب، از کشورهای دیگه حساب می‌برد. حکومت مهم. ایران چون حساب نمیبره، بنابراین تحریم به زیان جنبش. جالب از 3.5% اریکا چنوه شروع کردیم به بحث تحریم رسیدیم، مثل اینکه همه چیز به تحریم ها ختم میشه. خیلی ممنونم، به آخر پرگاری نفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمان های برنامه عمار ملکی و علی حاج قاسمی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم، اگر مایلید اون رو زودتر ببینید، هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی
منتشر میشه. پادکست برنامه کندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.